الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آل الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدين المسألة الحادية عشرة في تلازم و والوجود بفهمان مسئله يازدام این است که شیعیت و وجود با هم دیگر تلازم دارن نمیشه بگی ما یک شیعی داریم که معدوم است یا بگیم یک موجودی داریم که هیچ شیء نیست اینا کاملا باطله حتی ما در مورد خدای تبارک و تعالی هم خدا رو شیء میدونیم خدا هم از اشیاء است قرآن میفرماید شیء قل ای شیء اکبر و شهادت من الله شیء یک و امر واقعی است البته خدا شیء است به خلاف اشیاء تمام اشیاء و مخلوقات دارای اجزا و حدوث و صفات و احوال هستند خدا ذاتی بر برخلاف همه اشیاء که جزء و کل و زمان و مکان و صفت و موصوف و تصور و توهم درش چه راه نداره خب چرا این بحثو کردن چرا گفتن فی تلازم شیعیت و الوجود چون یک عده ای از اهل سنت آمدن و گفتن ما یک موجود داریم یک معدوم داریم یه چیزی هم این وسط هست به نام ثابت که این ثابت نه موجود نه معدوم این آقایون میگن نه این حرف باطلیه خلاصه یا موجوده یا معدوم دیگه انسان موجود است های هفتر معدوم باز یه چیزی این وسط باشه که نه موجود نه معدوم بلکه ثابته این امر معقول نیست چون موجود بودن و معدوم بودن نقیزانن نمیشه که یک شیء نه موجود باشه نه معدوم وقتی شما گفتید ثابته یعنی نه موجود نه معدوم در این حال هست چیه هست نیست خلاصه چی میگید اینجا و همچنین خدمت شما شد که فلاسفه ما هم متاسفانه اینجا گرفتار شدن چرا چون متکلمین خیلی راحت صحبت میکنن متکلمین میگویند که خدا موجود بود و هیچ چیز دیگری موجود نبود و الان خدا عالم رو خلق کرده و این عالم موجوده این وسط دیگه واسطه ای نیست فلاسفه خلقت قبول ندارن میگن خیر همه اشیا در ذات خدا بوده از ذات خدا بیرون اومده ظهور کرده به این صورت در آمده مانند تمام مثلا این گیاهان و حیوانات و فسیله ها و موجودات که در توی مثلا بخار آب بودند بعد به صورت ابر و باران و اشیا ظهور کردن وقتی اینجوری میگن بعد توش میمونن پس از یک طرف باید بگن خلقتی در کار نبوده دیگه همه اشیا تو ذات خدا بودن میگن نه اونجا اعیان ثابت است باز برای اینکه مردم بیشتر بپذیرن میگن سوار علمی است میگن همه اشیا در ذات خدا بود عین ثابتشون بود بعد میبینن خیلی خراب شد عین ثابت یعنی همه اشیاء دیگه گاو و خر و زمین و آسمان و سنگ و چوب تو ذات خدا بوده میگن نه سوار علمیه منظور از سوار علمیه بود خود همین ذوات اشیا است نه اینکه خدا علم به داشته متکلمین میگن خدا از و ابدا به همه چیز عالم است اشیاء هم نبودن اینا میگن نه اشیاء تو ذات خدا بودن اسم اینو میذارن سوار علمیه این فرق داره به اینکه بگیم اشیاء نبودند و خدا عالم بود بعد خلق کرد و همین رو باز میگن ماهیات ماهیات اعیان ثابته سوار علمیه و خدمت معشات همین ثابتاتی که اهل سنت گفتند در واقع همه یک چیزند که این آقایان معتقد بودند در ذات خدا بوده است و خدا چیزی خلق نکرده فقط به این صورت درآمده و یه عده از این آقایان فلاسفه عرفا میگن نخیر این ثابتات چیزی غیر از اعیان ثابته میگیم خب حالا بر فرض که اینجور باشه اولا که خود آقای حسن زاده توی این حواشی تصریح میکنن که این ماهیات همون اعیان ثابته ای هستند که عرفا و فلاسفه گفتند و بعد همین بحث ثابتات رو میکشونن که این حرفا رو بر همدیگه تطبیق میدن این اولا ثانیا تازه شما بدترش کردید خرابش کردید حالا سنی هایی که گفتن یه چیزی هست به نام ثابت نه موجود نه معدوم یه توجیهاتی دارن که مثلا میشه بگیم حالا نگفته خود در و پیکر و زمین و آسمان توی ذات خداست شما اینو میگید از عقیده اونها عقیدتون خرابتر و بدتره قال و یساوق و فلا تتحقق و بدونه والمنازع و المنازع و, و مقتضا عقله میفرمایند که وجود مساوق با شیئیت است وقتی میگیم چیزی شیعه یعنی موجود دیگه نمیشه شیعی باشه ولی معدوم باشه فلا تتحقق و بدونه در حاله که یه عده اینو انکار کردن نمیشود محقق شود شیعیت بدون موجود بودن و المنازع و مکابرون مقتضا عقله کسانی که منازعه کردن مخالفت کردن گفتن نه خیر ما یه چیزی داریم که ثابت هست ولی نه موجود نه معدوم اینا با مقتضای بدیهیات عقلی مخالفت کردن عقل هر کسی میفهمد که شی یا موجود یا معدوم دیگه یه چیزی این وسط باشه با ثابت باشه یعنی نه موجود نه معدوم این حرف خلاف بدی هست اقول و اختلف الناس فی في هذا المقام فالمحققون کافه من الحكماء و اتفقوا على مساوقة وجود الشیعیه و تلازم هما اختلاف کردن در این مقام هم اهل بحث محققون همه با هم چه فلاسفه و چه متکلمین اتفاق کرده اند بر مساوی بودن وجود با شیعیت و تلازم وجود با شیعیت هر شیعی وجود وجود دارد و هر موجود هم شیعیت دارد ولی یه عده مخالفت کردن البته عرض کردم این حرفی که اینجا میزنن به خاطر دیدگاه خاصی است که متکلمین نسبت به فلاسفه مشاعی داشتند و مشاعی هم ظاهر کلمات اینها بود و الا در واقع همین مشاعی ها به آخرش که میرسه بله بقیه که دیگه صریحا میگن نه همه اشیاء در ذات خدا ثابت بود بعد مثلا حالا موجود شد رو دیگه توش میمونن میگن ظهور کرد مثل ابن عربی که میگه چی سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها میگه منزه است اون خدایی که اشیاء رو فقط ظاهر کرده و خودش عین اینهاست مانند ذرات باران که عین ابرند و فقط ظهور میکنن خلقی در کار نیست حتی ان کل شیء علی الاطلاق فهو موجود تا آنجا که هر چیزی مطلقا موجود است درخت شیء است پس موجود است اجدای حفصر معدوم است پس شیء نیست و کل ما به موجودن فهو منتف و چیزی هم که موجود نیست خب منتفی دیگه اجدای حفصر منتفیه نمیشه که انتهای حفصر معدومه ولی ثبوت دارد ثابت است و لیس به این. شیء نیست اصلا قبل جمله، لم یوس به طول المعلومه ذاتا متحققه بالجمله خلاصه این که این آقایان اثبات نکردند و قبول نکردند برای معدوم ذاتی را که تحقق داشته باشد فالمعدوم الخارجی لا ذات لو فی الخارج معدوم خارجی مثل اجدای هفت سر ذات خارجی ندارد و لا ذات لو ذهنن و چیزی وقتی من اجده های رو تصور میکنم تو ذهنم موجوده وقتی هم تصور نمیکنم تو ذهنم هم موجود نیست دیگه نه اینکه باز یک ثبوتی برای خودش داشته باشه و قال جماعت من المتکلمین ان للمعدوم الخارجی ذاتا ثابتتا في الاعیان متحققتا فی نفسها لیست ذهنیتا لا غیر گفتن جماعتی از متکلمین که معدوم خارجی یک ذاتی داره معدومه ها ولی ذات ثابته در اعیان در عینیت و واقعیت یک ذات ثابتی داره و متحقق است در نفسها ها و فی نفسها ها واقعا تحقق داره لیس ذهنیت لا غیر فکر نکنی که فقط تو ذهن موجوده نه از وجود ذهنی برو بیرون اجده های تو ذهن من موجوده در خارج نیست یه چیزی تو ذهن منم موجود نیست تو خارج هم نیست ولی این معدومات واقعا در خارج هستن نه اینکه تو ذهن هستن در خارج هستن اصلا در خارج واقعا هستن و منظور ما این نیست که وقتی میگیم در خارجی تو ذهن هست نه اصلا ذهن رو هم بذار کنار چه در ذهن و چه در خارج نباشه ولی در این حال ثبوت دارد تحقق دارد این حرف عجیب و غریبیه و ها اولای کابرون نفس ضروره اینها دارن مکابره و انادورزی می میکنن در ضروریات و بدیات عقلیه فا الْعَقْلَ العقل قازن به انه لا واسطت بین الموجود و المعدوم. زیرا عقل حکم میکند به اینکه که واسطه ای بین موجود و معدوم نداریم فا ان ثبوته هو الوجود ثبوت وجوده دیگه اگر گفتیم که یک اجده های در خارج ثبوت دارد یعنی موجود است قال تحقق تتحقق بدونهی مع اثبات القدرت و انتفاع الاتصاف میفرمایند چطور میشود چیزی محقق شود در خارج بدون وجود شیء خارجی باشد ولی وجود نداشته باشد مع اثبات القدره در حالی که چه؟ خب ما قدرت داریم بر اینکه چیزی رو ایجاد کنیم در حالی که اونی که شما میگید معدوم است ولی ثبوت دارد خب ثابت هست و چطور ما میشه ایجادش کنیم پس قضا از بین میره دیگه وقتی قرار شد همه معدومات ثابت باشن خب هیچ کی نمیتونه چیزی ایجاد کنه دیگه چون خود ثبوت یعنی وجود یعنی چیزهایی که ثابتن و موجودن دو موجود کنیم نه خدا میتونه چیزی خلق کنه نه ما میتونیم کاری انجام بدیم و انتفاع الاتصاف و نمیشه باید بگیم که خب اشکال نداره ما می همون ماهیات خارجیه را که ثابتا موجود میکنیم خب موجود رو موجود کردن که ترسلسل تر لازم میاد و باز همچیه به مشکل برمیخوریم اقولو لم استبعد مقالت ها اولای القوم و نسبهم الی الجهل بعد از این که بعید شمرد کلام این آقایان را و نسبتشان داد به جهل و مخالفت با بدیهیات شرع فل استدلال علا بطلان قولهم شروع کرد در استدلال کردن بر بطلان عقیده این گروه و علم بدان که انها اولاء یذهبون الا ان القدرت لا تأثیر لها فی الذوات انفسها بدان که اینها معتقدند که قدرت هیچ تأثیری ندارد در خود ذوات اون زواد ثابتن قدرت نمیتونه اونها را موجود یا معدوم یا ثابت بکنه اونها فی نفسه ها خودشون برای خودش ثبوت دارن لانها ثابتتن فی العدم چون اونها در عین معدوم بودن ثبوت را دارن اگر کسی بخواد اعمال قدرت کنه بعد موجود را معدوم یا معدوم را موجود کنه و اینها که ثابتن دیگه در عدم خودش ثبوت دارن کی میخواد به اینها چی ثبوت بدهد مستقنیتون عن المؤثر فی جعلها ذواتا و اینها در ذات بودنشان نیازی نه به خالق دارن نه به غیر خالق کسی نمیتونه اینها رو ثبوت بدهد اینها خودشون ثبوت دارن مؤثر نمیتواند به اینها ثبوت بدهد اینها در ثابت بودن مستقنی از مؤثر و خالقن ولا فی الوجود وجود هم نمیشه کسی بهشون بده نمیشه کسی اینها رو وجود بده و نه میتونه کسی اینها رو چیه؟ ثبوت بده چرا؟ لانه عندهم حال چون که میگن این ثابتات حالند اسمی براش گذاشتن به عنوان حال و الحال غیر مقدورتن و حال چیزی است که هیچگاه چیه قدرت بهش تعلق نمیگیره و قد ثبت فی نفس الامر ان اتصاف الماهیه به غیر ثابت فی الاعیان و در نفس الامر ثابت و محقق و روشن و قطعی است که اتصاف ماهیت به صفت غیر ثابت فی الاعیان وقتی میگیم ماهیت درخت متصف به صفت وجود است این وجود در خارج نیست وجود امر عقلیه نمیشه بگیم دو چیز در خارج داریم یکی درخت یکی هم وجودش وجودش هم یه چیزی در خارج مانند شاخ و برگش مانند میوهش نمیشه نبگیم بگیم بل هو امر اعتباری بلکه وجود و اتصاف ماهیات به وجود امری است عقلی تحقق الماهیه رو میگیم وجود نه اینکه وجود یه چیزی مانند شاخ و برگ اشیا بهشون چسبیده باشه و الا لازمت تسلسل و الا اگه قرار باشد که ثبوت درخت و وجود درخت هم در خارج موجود باشد خود اون وجود درخت هم یکی از اعیان خارجی می شود باید یه وجود دیگه داشته باشه و تسلسل لازم میاد لان ذلك الاتصاف لو كان ثابتا لكان مشاركا لغير من الموجودات في الثبوت چون اگر قرار باشد که اون وجود هم در خارج باشه خب با اون وجود دیگه در اصل موجود بودن مشترکن به منزل جنس میشن نیاد به یک فصلی دارد که هم دیگه جداشون بکنه مانند حیوان که در خارج اگر بخواد به خودی خود موجود باشه حتما چیه تحقق پیدا نمیکنه مگر فصلی مانند انسان بودن یا توتی بودن یا اسب بودن از همدیگه جداشون بکنه بعد باز اونها هم خودشون بخوان جنس باشن دو مرتبه چیه یک فصل دیگه میخوان و تسلسل لازم میاد لان ذلک الاتصاف لو کان ثابتا لکان مشارکان لغیر من الموجودات بود در اصل موجود بودن باز مشارک میشن و ممتازن انها به و ممتازن. هم خصوصیت و ممتاز از همدیگه میشوند به یک خصوصیت و یک فصل جدا کننده و ما به الاشتراک مقایرون لما به الامتیاز و هر چیزی که مشترک باشند مانند حیوانیت غیر از ما به الامتیازت مانند انسان بودن یا عصب بودن فیکون اتصاف دالک الاتصاف به ثبوت امرا زایدن علی پس نفس این اتصاف بالوجود یه امر زائدی می طلبد و همینجور تسلسل لازم میاد و یلزم و که این بحث رو تا حالا چند بار تکرار کردیم اذا ثبت هازا خب با توجه به این مقدمات که قدرت همیشه به امری تعلق میگیرد که نباشه موجودش کنیم تقو نداشته باشه ماهیت هم بالوجود در خارج بالوجود چیه؟ به عنوان امر عینی متصف نمیشه بلکه ماهیت تحقق پیدا میکنه یا لا تحقق بهش میگیم موجود یا معدوم با توجه به اینها فعلم ان المصنف رحمه الله و همچنین با توجه به این که این آقایان معتقدند که اون ثابتات متعلق قدرت واقع نمیشن کسی نمیتونه به چیزی ثبوت بدهد یا ازش بگیره فعلم ان المصنف رحمه الله مذهب مذهبهم و ما ثبت فی نفس الامر و الزمه المحال و الزمه المحال اینجا مرحوم مسنه گونه خیلی خوب مذهب شما رو قبول میکنیم امر واقعی را هم قبول میکنیم از یک طرف قبول میکنیم که قدرت وجود دارد ثانیا قبول میکنیم که وجود امری در خارج نیست ماهیات محقق می شوند و موجود و معدوم بودن تحقق همون هاست نه خودش یه امر عینی باشد سوما حرف شما رو قبول می کنیم که این ثابتات نمی شود چیه؟ موجود یا معدوم شوند متعلق قدرت واقع شوند خب به تناقض می رسیم پس قدرت کلا منتفی می شود هیچ کیش کار نمی تونه بکنه حتی خدا تسلم مذهب هم را مذهب اینها را فرض کرد قبول باشد که ثابت هستند و هیچ کس نمیتونه کارشون بکنه ذاتا ثبوت دارن و ما ثبت فی نفس الامر را که وجود خودش تعلق قدرت بهش ممکن نیست و هویاتن ماهیاتن که موجود و معدوم میشوند و قدرت خدا و ما هم امریست که هممون هم داریم به زوره میابیمان آن را و تقریره و خب چطور اینها را ملزم به محال کرد؟ تقریر این محال بودن این است ان الماهیات لو كانت ثابته في العدم تقریرش این است که این ماهیات اگر در عدم ثبوت داشته باشند مثلا ماهیات درخت در عدم ثابته لاستغنت الممکنات فی وجود و عن المؤثر خب دیگه این درختی که ممکن الوجود است در موجود بودن مستقلی از مؤثره خدا نیاز نداره چیزی که خودش ثابته ذاتا و ازدلن ثابت هست بدون اینکه کسی اونو ثابت کرده باشد یا بتونه ثابت کنه خب دیگه خودش برای خودش خدایی هست دیگه خودش واجب الوجود میشه دیگه این نمیتونه در کار باشه فنتفت القدرتو اصلا قدرت کلا از بین میرود همچنین نقاشی کشیدن بنده من میخوام یه نقاشی بکشم خب وقتی که نقاشی کشیدن یکی از امور ممکن است و شما میگید خودش ثبوت دارد از دلم ثبوت دارد کسی نمیتونه کارش بکنه خب پس من دیگه نباید بتونم نقاشی بکشم چیزی رو که ثبوت داره چطور میخوام چیه ایجادش کنم در حالی که من میتونم واقعا نقاشی بکشم قدرت من بر ایجاد اشیا دلیل و بطلان اعتقاد شماست فانتفت القدرت اصلا و اصلن و, اصلن و تالی باطلون این که بگیم نه نه خدا قدرت داره چیزی ایجاد کنه نما این امر باطلیه پس اون مقدمه باطل بوده که این نتیجه باطل رو داده بیان و شرطیه چه ملازمه ای هست ان القدرت حين لا تاثیر له في الزوات اصلا لا تأثیر له فی الزوات قدرت ما در زوات که تاثیر نداره چون شما میگه ازلا اینا ثبوت دارن ولا فی الوجود وجود هم که نمیتونیم ایجاد کنیم چون وجود ایجاد شدنی نیست اشیاء باید موجود معدوم شوند وجود که خودش چیه امر خارجی نیست ولا فی الوجود علا مذهبهم که خودتون هم وجود رو حال میدونید امری که ایجاد شدنی و متعلق قدرت باشه نمیدانید ولا فی اتصاف الماهیت بالوجود ماهیت هم که نمیشه متصف به وجود بکنیم چون ماهیت میشه محقق کرد نه اینکه متصف به امری به عنوان وجود خارجی کرد که خودش یه چیزی غیر از ماهیت باشه و غیر از تحققش باشه الا ما فی نفس فی نفس الامر و یستلزم نفی التاثیر اصلا نتیجه این شد که همه هیچ کارن خدا هم هیچ من و تو هم هیچ کاری نمیتونیم ثبوت بدیم نمیتونیم وجود بدیم نمیتونیم وجود رو متصل ماهیت بکنیم ماهیت رو وجود بکنیم خب پس چی پس این عالم چه کاری این منو شما همون حرف عرفا میشه که آخرش عالم ازلا و ابدا خودشتیه هست و خدا به هر شکلی در میاد و هیچ کس هم کاری نمیکنه و اما بطلان و تالی اما اینکه بگیم حالا باشه اون سنی هم بیاد میگه آقا باشه اصلا هیچ قدرتی در کار نیست میگیم نه دیگه سنی زیر بار این حرف نمیره بطلان تاریف بل اتفاق اتفاقا هر سنی هم میگه آقا ما قدرت داریم خدا قدرت داره و برهانو و دل علی علامای ما ما کلی برهان میاریم بر اینکه اشیا مقدورند و ما قدرت داریم بر فعل طاعت یا معصیت و خدا قدرت دارد بر ایجاد اشیا فلهذا استبعد المصنف رحمه الله هذه المقاله و چون این عقیده لازمش این همه حرف های واضح رو بطلان بود مرحوم مصنف این حرف رو گفت که چیه خیلی حرف بعید از عقل و برهانی مع اثبات المؤثره ما قدرت المؤثره در حالی که ما چه قدرت مؤثره رو معتقدیم هست و القول به کومن اتصاف امرن ذهنیان و این که چیم و اینکه ما واقعا معتقدیم اتصاف امر ذهنی عقلی است که میگیم ماهیت موجود است نه اینکه ماهیت و موجود بودن دو چیز در خارج باشند و اندو منتفن فل خارج و در خارج ما چیزی به عنوان وجود درخت نداریم در ذهن میگیم درخت موجود است و الا در خارج فقط درخت را داریم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد